درود بر شما، بنده احور نیازی هستم. باعث افتخارم یک اپیزود دیگر خبر امروز رو براتون خوانش بکنم. امروز یک شنبه دهم اردیبهشت ماه سال 1402 مصادف با 30 اپریل سال 2023 هستش. ساعت 6:14 دقیقه در صبح. او مای گاد، 4:44 دقیقه است. بکنیم در ساعت 6:14 دقیقه مصادف با 4:44 دقیقه سوئیس، من براتون عشق ساطع میکنم. این تصویر تیم برنرز لی هستش، کسی که خالق پروتکل وب جهانیه، ورلد واید وب. ایشون موجب شد که مدیران سرن، همین آزمایشگاه سرنی که من دیروز رفته بودم، کد منبع شبکه جهانی وب رو در مالکیت عمومی منتشر بکنن و اون رو به صورت رایگان در اختیار همه قرار بدن بدون هزینه استفاده. و نکته جالب اینجاست که تصمیم برای دسترس قرار دادن نرم افزار و پروتکل ورلد واید وب به طور رایگان توسط برخی از افراد، مهمترین لحظه تاریخ در اینترنت شمرده میشه. در واقع برخی از مورخان این را به عنوان تولد وب میشناسند. ستاره های فورتنایت دور هم جمع شدن و در مپسازی کریتیو 2.0 قرار یک بتل رویال کاملا جدید بسازن. اول براتون یه چیزی رو بگم. این خبر منو یاد زمانی میفته میندازه که آیس فراگ در مپ ادیتور وارکرافت 3 دست به خلق دوتا آل استار زد. دوتا یه مپی بود از دل بازی وارکرافت اومد بیرون توسط یک فرد، یه نفر به نام آیس فراگ. یه پلیر دوتا بود، مثلا همین نینجا اینا توی فورتنایت. این اومد با مپ ادیتور ورد دوتا رو خلق کرد. ابتدا دومزدی بود، بعد دیدی، بعدش در نهایت به دوتا رسید. میخوام بگم که چقدر اگر ایده‌ای دارید بزرگ بهش فکر بکنید و حرفه‌ای بهش بپردازید، میتونه گاهی زندگی همه رو تغییر بده. حالا از اون طرف 5 تا، فکر میکنم یه 4 تا از فورتنایت پلیرهای حرفه‌ای در آخرین آپدیتی که اپیک گیمز داد و خدمات UEFN یا همون کریتیو 2.0 رو ارائه داد، میخوان مپ بسازن. کریتیو 2.0 به شما امکان اینو میده مپ بسازید خیلی حرفه‌ای تر از قبل، و در نتیجه سایفر پی کی، نینجا، کوریج جی دی و نیک مرس و تیم د تتمن دور هم جمع شدن تا دست به همچین خلاقیت جدیدی بزنن. براشون آرزوی موفقیت میکنیم. ویندوز 10 به آخر مسیر خودش رسید. اولا باید بهش خسته نباشیم بگیم به سبب خدمات بسیار خوبی که در این سالها به همه ما ایرانی ها ارائه داده. تمام عزیزانی که نسخه 22H2 از ویندوز 10 رو دارن بدونن که این آخرین نسخه ای هست که دریافت میکنند. خود مایکروسافت هم تا سال اکتبر سال 2025 قراره که این پلتفرم رو پشتیبانی بکنه، آخرین نسخه رو. ولی بیشتر از 22H2 نسخه ای نخواهد آمد. 35 میلیون کاربر اندرویدی که به احتمال زیاد خیلی ایرانی هم داخل این جامعه باشه، در خطر قرارگیری هک و استفاده و حضور بدافزار در گوشه موبایلشون هستن. این اپ هایی که در لینک دیسکریپشن میبینید اگر دارید پاک بکنید. بنده یک لینکی رو در دیسکریپشن گذاشتم، مربوط به یک سایتی هستش. یک کمی اسکرول میکنید میاد پایین، یک سرتیتری داره با نام Delete these apps right now و مثلا اپی هست داخلش به نام Black Box Master Diamond، بیش از 10 میلیون بار دانلود داشته. اپی هست به نام Craft Sword Mini Fun، 5 میلیون. دو نوزاد بعد از تلقیح مصنوعی که توسط ربات اتفاق افتاده بود به سلامت به دنیا آمدند. الان براتون شرح میدم. یک استارتاپ اسپانیایی هست که با استفاده از کنترلر PS5 و از طریق بازوهای روباتیک موفق شدن که اسپرم مرد رو تلقیح بدن با تخمک یک خانم. این به چه دردی میخوره؟ به درد این میخوره که افرادی که نمیتونن باردار بشن از این طریق به صورت مصنوعی براشون تلقیح استفاده بشه. از این طریق میشه جمعیت رو به صورت مصنوعی کنترل کرد. سپرم، تخمک، چاپ و بچه میتونه به دنیا بیاد در این فضا.
البته انجام هر اپریشن سنگین هستش و 20,000 دلار قیمت داره، ولی به هر حال شده. طرف باید اونه کنترولر PS5 این کار انجام داره. خوب به این تصویر نگاه کنید و ببینید چه تفاوتی با تصویر صفحه ساوند اند وایبریشن اندروید شما داره. بله، درست حد زدید. در این تصویر برخلاف آن چیزی که در اندروید تا به حال تجربه کردید، حجم صدای رینگتون از نوتیفیکیشن برای اولین بار جدا شده. این خیلی خبر جذابیه، به خاطر اینی که یه نفر دوست داره صدای رینگتونش رو ببنده ولی تلفنش زنگ بخوره، یا برعکس همین قضیه. این اتفاق در اندروید 14 رو خواهد داد. 5 اپ اندرویدی که این هفته نباید از دستش بدید به سبب اینی که رایگان شدند. لینکش رو در بخش دیسکریپشن قرار دادم، بهش سر بزنید، دوست داشتید دانلود بکنید. همشون تریلر دارن، نامشون مشخصه، لینک دانلودم خب مشخصه، اسمو میذاریم، پلی استور رو دانلود میکنید. بله دوستان، میرسیم به بخش توییت خانی و من برام یه سوال پیش اومده. مدیر عامل آنر گفته اپل طراحیش منسوخه، سخت افزار ضعیفی هم داره، ما باید یه چیز بهتری بسازیم. شماها وقتی تو مراسمتون میخواید قابلیت‌های دوربین رو نشون بدید با آیفون مقایسش میکنید. اگه آیفون ضعیفه چرا میرید سراغش؟ چرا همه ی فاکتورهای مقایسه‌تون آیفونه؟ چرا وقتی آیفون یه طراحی میزنه ترند تمام گوشی‌ها نمیگه میشه، ولی ترند میشه؟ مثلا حاشیه رو اومد صاف کرد، همه رفتن سراغ حاشیه‌های صاف از جنس فلز. کم نیست امثالش. داینامیک آیلند میزنه، همه میرن داینامیک آیلند میزنن. بله، آنر خودش برند مستقل یه طراحی های خاصی داره، ولی مثلا این حرفا چیه؟ نه اون به درد نمیخوره، ما خوب خواهی اگه خوبی خود کار تا انجام بده دیگه. صحبتون بازار ببین، میدونی چی میگم؟ اوه دوستان، یادتونه دیروز در مورد شادمهر عقیلی صحبت کردیم، گفتیم آقای بهمن بابازاده راجبش توییت زده؟ حالا اینجا رو داشته باشین. من اصلا رو هم خبردار نبوده. ای بابا، اصلا نمیشه این دور زمانو به کسی اعتماد کرد. میلاد نوری یه توییتی زده، میگه آقا شادمهر عقیلی سایت شرط بندی داره از نوع کلاهبرداریش، دقیقا همون تیپی که ندایاسی بهادر وحشی از همین سایت داشتن. بعد یه نفرم اومده همچنان اینو توضیح داده، میگه که با عنوان خبرنگار سوالت این نیست شادمهر عقیلی چرا سایت شرط بندی داره، اونم در به صورت غیر قانونی در آمریکا، و دستشو کرده تو جیب بدبخت ملت ایران. بعد میای توییت میزنی راجع به خستگیش. او قضیه خیلی سخت شد آقا. همچنین میلاد نوری یک سایتی رو از مایکروسافت معرفی کرده به نام designer.microsoft.com که به شما کمک میکنه در دیزاین پست، استوری در اینستاگرام، از اینجور کارهای جالب انجام بدید که در تصویر میبینید. ویدیویی که دارید میبینید ویدیویی که توسط خود میلاد نوری با هوش مصنوعی ساخته شده. چت جی پی تی دوباره به ایتالیا برگشت با انجام و اعمال یه سری قوانینی که دولت ایتالیا ازش خواسته، اونها اومدن این کار انجام دادن. مسئله ایران و دیگر شرکت ها اینه که دیگر شرکت ها اصلا کلن جواب ایرانی ها رو نمیدن. مثلا ایرانی ها گفتن فیسبوک بیا دفتر بزن تو ایران تا اجازه فعالیت بهت بدیم، با هم اصلا سین نمی کنه. برو بابا، میدونی بحث اهمیت دادن دیگر دولت هاست، دیگر کمپانی ها به دولت ماست. یه چیزی هست که یه چیزی هست، چرا با بقیه دنیا این شکلی نیست؟ خب دوستان عزیزم، خبر امروز در همین لحظه به پایان میرسه. دمتون گرم که همین خبر امروز هستید. من خیلی سریع و مختصر مفید این خبر امروز رو ضبط کردم چون باید یه عالمه کار دیگه هم انجام بدم و قصد دارم برم شهری به نام مونترو در سوئیس. خیلی طبیعت زیبایی داره، اونجا یک کمی چیل بکنم و با امید خدا روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر پرواز به سمت کشور عزیزم ایران و این سفر به پایان برسه تا بشینم ویدیوشو تدوین بزنم و فوتیجش رو در اختیارتون قرار بدم. دمتون گرم از اینکه مثل همیشه حامی خبر امروز هستید. دم اسپانسر عزیزم بوفیران گرم که تو این سفر همراهیمون کرد. بوفیران گلاس تولید میکنه، گلاساش بعد از نصب تا 6 ماه اگر نمایشگر گوشیتون بشکنه، در حالی که گلاس بوفیران روش فست باشه، تا 70% هزینه نمایشگر رو بهتون میدن، به اضافه اینی که با گارانتی بوفون محصولات شارژرهای اوریجینال و خیلی گجت های جالب دیگر رو
گارانتی میکنن، به علاوه اینه که شما میتونید اگر قصد وارد کردن محصولی دارید، محصولتون رو با شرکت بوفون از زیر مجموعه بوف به اشتراک بذارید، کوالیتی چک میکنن، اگر تایید شد به شما هم گارانتی میدهن. این مثلا یه دونه آداپتور اوریجینال اپل هستش که من ازش اون دیروز جعبش رو داشتم تا دیروز و دیگه آنباکسش کردم. حالا به استثنای همچین برندی برای سامسونگ به همراه شیائومی شارژر خاش رو گارانتی میکنن. دوستتون دارم، شبانه روز بسیار خوبی داشته باشید. آدرس های دسترسی به بوفون، بوف ایران در بخش دیسکریپشن قرار گرفته. خدا نگهدار.